חגים וברוכים, בוקר טוב, פיש על פיש, מועדים שמח. חג הסוכות, זמן שמחתנו, ג'שנה שעודים לנו דעת פשטרים, ג'שנה אמונה, סילטה דהמנותה, כבטונים בחובי ב... ارتباط قوی تر، ایمان قوی تر، امید بیشتر، شادی بیشتر از این موعد، از این معدن امید استخراج بکنیم و به عزت هشم شادیمونو در زندگی هزار برابر بکنیم. چرا که ما همونطوری که قبلا گفتیم جاذبه زمین فقط برای جسم ما نیست، همینطور هم برای روح و روان ماست که در هر روز انسان یک دلیلی پیدا میکنه که خودش رو ناامید، ناراحت، غمگین و یا قصه‌دار بکنه. هوا ابری باشه، بارونی باشه، زمین ها لیز باشه، آلارم کلاک دیر زنگ بزنه، آب سرد باشه، گرم باشه، بالاخره آدم یه هر روز دلیلی پیدا میکنه که این احساس ناراحتیش و یا شکوه و شکایتش درش بیدار بشه. اگر پس دست خود ماست که میتونیم در هر روز یه دلیلی برای قصه خوردن پیدا بکنیم، پس دست ماز همچنین که بتونیم یک دلیلی برای شادی برای خودمون پیدا بکنیم. دوره، زمانه، فرهنگ داره جوری پیش میره که اگر یک نفر هر روز خوش باشه یا با مشکلاتش سازگار باشه، فکر میکنن علی بی غمه، فکر میکنن اون اشکال داره، بقیه که دارن قصه این دنیا رو میخورن در هر ساعت، مخصوصا با خبرهایی که از رادیو تلویزیون و مطبوعات و ایمیل و فکس و همه اینا میاد، این نرمال طبیعیه. ولی هر روز شاد بودن و مسرور بودن، این حتما یه اشکالی در فکر و روانش پیش اومده که همیشه لبخند داره، همیشه شاده، قصه چیزی رو نمیخوره، موضوع رو تو زندگیش مو رو کوه نمیکنه، مهمترین موضوع هم تو زندگیش پیش بیان هنوز خون سرده. آخه بابا، آدم بی تفاوت تر از این، تازه روش یک لیبل و ایو هم میگذاریم که این بی تفاوته، کر نمیکنه. اگر واقعا کر میکرد آروم نمیشست، پا میشد دوتا داد میزد، بد و بیرا میگفت، میزد یکی تو سر طرف. پس اگر این آروم و ساکت و خون سرده، حتما یه اشکالی داره. به همین دلیل احامی میگن اصل ایمان به خونسردی و امیده. و به زدشم زبان سیمحاتنو میخوایم این رو از معدن سکا استخراج بکنیم. همونطور که هر گنجی زیر خروارها خاک پنهان شده، همه با چشم طبیعی نمیتونن ببینن و پیدا بکنن مگر اینکه کندکا بکنن و با بیلو کنن و نقشه سعی کنن اونو پیدا بکنن، همینطورم گنج شادی رو همه تو زندگی نمیتونن پیدا بکنن. باید با نقشه، تورا، با بیلو کلنگ، میسوت آدم به این گنج پنهان که در کجاست؟ در خودشه. آب در کوزه و ما تشنبا میگنیم، در خودمون این گنج شادی. چرا؟ چون گنج یا بهتر بگیم
چاه غم و اندوه هم در خودمونه، پس چه بهتر که موعد سوکا رو زمن سیمحاتین رو که ما رو میرسونه به سیمحات تورا، به جشن تورا، شادی تورا کمال استفاده رو بکنیم، پذیرا باشیم. چون موقعی که ما پسخ رو نگه داشتیم 7 هفته طول کشید تا رسیدیم به شاوت برای متن تورا، اما موقعی که موعد سوکا رو نگه داشتیم سر 7 روز تموم شد رسیدیم به سیمخا تورا. اینقدر آسانسور سیمخا تو زندگی میتونه انسان رو از نظر روحانیت به اوج برسونه. این شخینا شورا الا میتوخ سیمخا، به حدی که حخامی میگن ساتان قبل از اینکه بیاد شخصی رو گناهکار بکنه اول اونو نگران میکنه، اول یک جای قصه و نگرانی در ما پدید میاره. نفهمیدی میخوای چیکار کنی، الان دیگه میخوای چیکار بکنی، اول یه نگرانی و ترس و قصه در ما پدید میاره، بعد میاد ما رو به گناه آلوده میکنه. تا انسان نگران نباشه گناه نمیکنه. به همین دلیل پادزهر ساتان یتزرهارا تو زندگی سیمها، امیدواری و امونا و شادیه. حالا با همه این اوصاف آیا واقعا امروز ما دلیلی برای شادی داریم؟ نام آقای سعیدی ما امروز دلیلی برای شادی داریم؟ با همه این اوصاف آیا واقعا این شادی که ما داریم اگه یه نفر بیاد از ما بخره بهش میفروشیم؟ آره، ولی هر دلیل شادی که ما تو زندگی داریم حاضریم بفروشیم؟ اگه یه نفر بیاد دیگه آقا دلیل شادی تو میشه به من بفروشی؟ آیا اگر اسرائیل باشه که طرف تازه خوشحالتر هم میشه، یه پولی هم داره تو جیبش میره که داره دلیل شادیش هم رو تازه چیکار میکنه؟ میفروشه. ولی کلن چرا نه؟ انسان میتونه دلیل شادیش رو حتی به دیگری هدیه بده، مثل یک شمعیه که از یک شمع دیگه روشن میشه، هنوز اون شعله اصلی هست ولی یه شمع دیگه هم رو روشن کرده. پس یعنی انسان با دلیلای بیشتر شادی تو زندگیش دلیلای شادی رو در دنیا، در جامعه، در اطراف خانواده پدید میاره. همطور که آدم یک جنس خوبی رو ارزون گیر میاره به بقیه هم میگه بیایید خرید بکنید این قیمتش خوبه، همینطور هم موقع که آدم دلیل خوب شادی تو زندگی در روز پدید میاره میگه چی؟ قیمتش خوبه. شما هم بیایید به همین دلیل چیکار کنید؟ شاد باشید. آیا اگر من بیام به شما بگم ببینید من امروز خدا شکر خوشحالم، چرا؟ چون به خاطر اینکه یه جنسی سفارش داده بودم خدا شکر به موقع اومد، کارم را افتاد. آیا این که جنس به موقع برای من اومد منو داره خوشحال میکنه چه کمکی به خوشحالی شما میکنه؟ چطور من میتونم دلیل خوشحالیمو به شما هم انتقال بدم؟
اگر این دلیل خوشحالی من پرسوناله، یه دلیل شخصی برسته به شرایط خودمه، چجوری من دلیل شادیمو میتونم به شما انتقال بدم، بفروشم، هدیه بدم؟ اخامیم توضیح میدن. راست شو بخوای، این که انسان بتونه تو زندگی خوشحال باشه یه هنره، یه استعداده، یه تلنته. باید ترینینگ، تعلیم ببینه که چطور تو زندگی شاد باشه. در حالت عادی همه تا بیفتن توی آب نمیتونن رو آب وایسن شنا بکنن، بعد یاد بگیرن شنا کردن رو، باید یاد بگیرن دوچرخه یا پدال توی آب زدن رو که غرق نشن. همینطورم ما به طور معمولی انسان نمیتونه شاد باشه، افتاده تو آب. بعضی موقع دست و پا میزنیم اما این شنا کردن نیست، خودمونو داریم خسته میکنیم. اگر میخوایم از شنا کردنمون لذت ببریم باید بریم کلاس شنا. آمین. این کلاس شنا کجاست که به ما شنا یاد بده؟ کلاس سیمخا کجاست که به ما سیمخا شادی زندگی یاد بده؟ اخامه میگن یک کلاس، یک کرش کورس سمینار 7 روزه است. هر کلاسی 24 ساعته، 7 تا 24 ساعت باید پشت سر هم ما توی این کلاس باشیم تا به عزت هشم به هنر و استعداد سیمها شادی تو زندگی دست پیدا بکنیم. این کلاس اسمش چیه؟ حگ سکوت. حگ پسخ به ما کنترل نفس، کنترل هوا هوس، کنترل عادات یاد میده، اما در سکوت به ما کنترل سیمها خوشحالی تو زندگی یاد میده که چطور شنا بکنی. کسی که بتونه شنا کردن رو توی استخر یاد بگیره توی دریا هم میتونه شنا بکنه، توی اقیانوس هم میتونه شنا بکنه. این که آدم یاد بگیره شنا کردن رو تو هر عمقی میتونه شنا بکنه. کسی که بتونه در روز خوشحال باشه در هفته هم میتونه خوشحال باشه، در ماه هم میتونه خوشحال باشه، در عمرش میتونه خوشحال باشه. ولی از چی شروع میشه؟ فعلا تو استخر شنا کردن رو یاد بگیر، فعلا در روز خوشحال بودن رو یاد بگیر. فکر غم فردا نباش، ترس از مشکل دیروز نداشته باش، امروز رو خوشحال باش. میبینی یاد میگیری الان این شنا کردنت، این هنر و استعداد خوشحال بودنت، چطور در هفته هم خوشحال باشی. و به عزت هشم به این امید کلاس سیمها خوشحالیمون رو با هم شروع کنیم. www.torahelp.com کمک تورا، سپورت تورا، زخوت تورا رو پیشا پیش برای خودمون برای این موعد سوکا به استقبال میریم که به عزت هشم وای نزیم تا آخر موعد سوکا به سیمها تورا برسیم. از همین الان خوشحالیمون رو برای تورا نشون بدیم، مخصوصا با سپورت و کمکی که به کلاسای تلویزیونی، تلفنی و رادیویی میکنیم. دیسکر میستاد خانم نورانی لیلو نشمت موشه بن موشه بن پرویز یعقوب نورانی، موشه پرویز یعقوب بن و امو منصور بن رفائل نورانی. دیسکر میستاد روحشون شاد،
زخوتام یا گنالینو به شادیا همیشه ازشون یاد بکنید و به عزت هاشم که این موعد شاد شادی هزار برابر بیشتر در خانواده پیش بیاره و هممون در شادی هم دیگه شریک باشیم. با عرض تشکر، مرسی. در ادامه بحث سوکا هستیم. میدونیم بالاخره آدم جشن میره باید یه تدارکی هم ببینه. همینطورم موعد سوکا ما احتیاج به اتروگ و لولاب داریم و اتروگ همگی میدونن درخت بالنگ اگه اسمشو بذاریم، مورد حدسیم، بید عراود و لولاب درخت یا شاخه درخت خرما، و بین این چارتا اتروگ پری اتس هادار خونده شده، یعنی میوه با شکوه زیبا اتس هادار، و از نظر هلاخا در انتخاب اتروگ باید دقت به خرج داد، چون به خاطر زیباییش و به خاطر سالم بودنش ما روش برخا میگیم. درجه اگر اتروگی سالم نیست یا اتروگی زیبا نیست جای سواله، باید حتما با هلاخا چک کرد. حالا چطور یک اتروگ میاد زیبایی خودش رو دست میده؟ ما میدونیم که اتروگ میتونه به رنگ‌های مختلف بیاد، یا زرد یا سبز، و لکه‌های سیاهی که روی اتروگه و یا برآمدگی‌ها یا جوش‌هایی که روی اتروگه، این زیبایی اتروگ چیکار می‌کنه؟ کم می‌کنه. اتروگ دو قسمت اصلی داره، یکی دماغه اصلی بالا و یکی هم قسمت پایین. دماغه اصلی که بهش میگن حطام، اون حساس ترین قسمتیه که ما میخوایم تمیز، شفاف، بدون زدگی، بدون لکه، بدون برآمدگی، بدون فرو رفتگی، میخوایم خوب زیبا روش برخا بگیم. اما قسمت پایین ترش اگه برآمدگی، بالاخره فرو رفتگی، طبیعت این میوه این چنینه که رشد میکنه، هنوز اون از نظر هلاخا ساده تر. اتروگ بالاخره باید از شاخه کنده بشه و موقعی که از شاخه کنده میشه هنوز یک قسمت کوچیک شاخه به ته اتروگ وصله که بهش میگن شوشانتا. یه قسمت بالایی داره مانند یه حالت تاجک، یه حالت نوک اتروگ که بهش میگم پیتوم، که اون در واقع یکی از اصلی ترین قسمت اتروگ. اگر اتروگ بیفته رو زمین و یا موقعی که دست میگیریم حواسمون نباشه و این پیتوم یک باره کنده بشه، جدا بشه از اتروگ، اون موقع اتروگ پاسوله، نمیشه روش براخا گفت، مگر اینکه این اتروگ از همون اول طبیعتش موقع که کاشته بودنش نداشت پیتوم. اتروگای ماروکایی اینها یک سپیشی، یک نوع این اتروگ هست
که پیتوم نداره، پیتوملسه، در نتیجه یا حالت سیفتر یا داره، چون به خاطر اینکه دیگه ترسمون نیست که مبادا این پیتومه بیفته تا جکه، اون موقع است که برخا گفتن روش ساده تر. اگر احیانا همین اتروگی که تا جکش افتاده مخصوصا در روز اول که میده اورایتاس و طبق توراس ما باید اتروگلولاب برخا بگیم، میسوای اتروگلولاب انجام بدیم، اگر همین اتروگ رو برای براخا نمیخواد استفاده بکنه، برای حکافوت میخواد استفاده بکنه که دور تورا هر صبح ما حکافا میکنیم، اون اشکالی نداره. اما برای براخا گفتن باید حتما پیتوم داشته باشه. همینطورم برای حلل، موقعی که ما با حلل اتروگلولاو در دست میگیریم، اون موقع است که آنهاش مشیانا و الاخر که با اتروگلولاو کنیم، هنوز اگر اتروگ پیتومش افتاده باشه هنوز مجازه، اما برای براخا گفتن حتما بعد پیتوم داشته باشه. پس اگر کسی احیانا اومد توی کنیسا یا هر جا دید اتروگش پیتوم افتاده تو باکس، حواسش نبوده، میتونه اتروگ سالم دوستشو قرض بکنه، یه دقیقه براخا بگه میسوای نعنویم انجام بده، بعد اتروگ سالمه رو برگردونه به دوستش و با اتروگ خودش که پیتومش افتاده حلل، حکافوت و بقیه مراسم سوکا رو انجام بده، ولی روش صد البته نمیتونه براخا بگه. چون به اینجا رسیدیم تذکر میدم که بر طبق علاقا ما فقط توی حلل نعنویم نمی کنیم که اتروگلولاو تکون بدیم، همینطورم همون اول موقعی که براخا رو میگیم نعنویم میکنیم به شش جهت، بالا پایین میشه دوتا، چپ و راست جلو عقب میشه ششتا، که همون موقع هم که ما براخا میگیم باید نعنویم بکنیم، ولی خب بدون اینکه چیزی رو بخوایم ذکر بکنیم. توی حلل موقع که داریم آنا هشم هشیانا رو میگیم یا حدول هشم کیتو کیلولام خستو رو میگیم، نعنویم میکنیم، اما در هنگام براخا بدون اینکه چیزی بگیم نعنویم میکنیم، موقعی که میسوا رو داریم انجام میدیم. در مورد شوشانتاچی، اون چوبکی که از شاخه اتروگ جدا شده چی؟ اون اگر افتاد هنوز اتروگ کاشره و میشه روش براخا گفت. و فراموش نکنیم که یک اصل مهم تو گفتن براخود و اون چیه؟ براخا گفتن، اسم هشم رو به زبان آوردن، دو تا چیز جداست. براخا گفتن این میده ربانانه، حخامین بر ما تعیین کردن، اما اسم هشم رو بیهوده بر زبان نیاوردن فرمان ده فرمانه، میده اورایتاس. و کلن هر موقع که ما شک داریم که براخای چیزی چیه، همینجوری اسم هشم رو بر زبان نیاریم، یا اگر میدونیم اتروگمون پاسوله، اسم هشم رو بیهوده بر زبان نیاریم، بگیم خب آخه من چجوری بدونه براخا، اگر شک داریم آیا این اتروگ لولاو من کاشره یا نه، بدون براخا
اگه من شک دارم تفیلینم کاشره یا نه، بدون برخام. کسی که شک داره که آیا این میسوایی که انجام میده به جاست درسته یا نه، بدون برخا، چون نمیخوایم اسم خداوند رو بیهوده بر زبان بیاریم. و راستش بخواید هر ساله سعی کردیم این موضوع رو ما وسط تفیلا یادآور بشیم، مخصوصا موعد سوکا، مخصوصا یک دو روز آخر یا روزای وسط خول موعد. و اون چیه؟ که این اربع مینیم بین این چهارتا، مورد، هداسیم، اتروگ، لولاب، بین این چهارتا بید زودتر از همه اینا چی میشه؟ خشک میشه و زودی برگش میریزه. و چون برگش میریزه لولاب دیگه کاشر نیست، ما نمیتونیم روش برخا بگیم. این که بعضی ما فقط یه چند تا برگای بالا باقی مونده، بقیه برگا در طول لولاب ریخته، این خودش چیه؟ صفک براخود. ما نمیدونیم آیا میتونیم هنوز روی این لولابه براخا بگیم یا نه. به همین دلیل چقدر مهمه که شخص در هنگام انجام میسوای اتروگ و لولاب حسب شالام اسم هشم رو بیوده نیاره. و هر صبح خلموهد بنده میبینم تو کنیسا که دیگه بعد از چند روز این برگای بیدار ریخته و مردم فقط چون این هنوز یکی دوتا برگ بشه فکر میکنن که این لولاف کاشره و روش براخا میگن. خوبه که هر شخص موقعی که اتروگ و لولاف میخره چندین برگ مورد اضافه بخره، چندین برگ بید اضافه بخره که در طول خلموید اینا رو عوض بکنه، یا در طول حتی یومتو عوض بکنه. چون بعض موقع هست که موقعی که افراد میان گره بزنن اتروگ و لولاب و برگه رو مواظب نیستن چکار میکنن؟ پاره میکنن. یا موقعی که میان شاخه ها رو بکنن توی این حسیری که با لولاب میاد فشار که میدن چون وارد نیستن برگا رو پاره میکنن. چقدر مهمه که شخص مواظب باشه. این همه زحمت کشیده، پول اتروگ لولاب داده، میخواد برخا بگه، لولاب و اتروگش کاشر باشن، برگاش نریخته باشن، از نظر حدسیم مرده ها درست باشن، اتروگش کاشر باشه، موقعی که گره زده میشن در کنار هم درست باشن. و موقعی که ما برخای اتروگ و لولاب میگیم روی چهارتاش ما داریم برخا میگیم. پس موقعی که ما داریم برخا میگیم باید اینها به هم دیگه چی باشن؟ میسوا رو میخوایم انجام بدیم چسبیده باشن. نمیتونیم اتروگ و دست چپ بگیریم که سمت قلبمونه، لولاب هم دست راست ما بگیریم، همینجوری جدا از هم بخوایم میسوا انجام بدیم. جدا براخا میگیم، بعد به هم میچسبونیم که میسوا رو انجام بدیم. پس همه اینا برای انجام یک میسوای کامل لازمه و بذرت هشم که بتونیم همه اینا رو به خوبی انجام بدیم. باروخ هشم لعولم آمین و آمین. میبخشید ربای، اگه که اتروگ کسی پاسور بشه بعدم میتونه